سلام بر شما که در هر جایی از این جهان به تماشای افق نشسته اید. پیام یزدان هستم. در دوشنبه 24 آبان برابر با 16 نوامبر 2015 نگاهی داریم به عملیات تروریستی داعش در قلب اروپا. حملات تروریستی داعش در پاریس علیه شهروندان معمولی که حدود 130 کشته و 350 زخمی بر جا گذاشت، موجی از همدردی و همبستگی جهانیان با مردم فرانسه و رهبران آن را در پی داشت. حملاتی که باعث شد عزم جهانیان برای ریشه‌کنی تروریسم و بنیادگرایی قوی‌تر شود. اما در این میان ریشه‌یابی پدیده بنیادگرایی اسلامی به عنوان پایه‌های اساسی رشد تروریسم ضروری است. جریان‌هایی که جوانان آموزش دیده در مدارس اسلامی را به ابزاری برای پیشبرد اهداف تروریستی خود به کار می‌گیرند تا کشورهای جهان را درگیر خشونت‌های بیشتر کنند. داعش یکی از این گروه‌های بنیادگرا مسئولیت حملات تروریستی پاریس را در حالی بر عهده گرفته که اخیراً در جبهه‌های نبرد سوریه و عراق متحمل شکست‌های سنگین شده است. کارشناسان نظامی این حملات را نماد آشکار آغاز افول قدرت داعش در عراق و سوریه ارزیابی کردند. می‌گویند از این پس داعش با از دست دادن قلمرو تحت سلطه‌اش به یک گروه کوچک تروریستی تنزل می‌یابد. اما بنیادگرایی اسلامی به دلایل گوناگون همچنان به حیاتش ادامه خواهد داد. به گفته تحلیلگران سیاسی، ادامه بحران خاورمیانه و گسترش مدارس خصوصی مذهبی مروج خشونت از جمله عوامل رشد این پدیده‌اند. اما بسیاری تحلیلگران نیز بر این باورند که اتفاقات تروریستی اخیر در پاریس که اغلب به دست شهروندان فرانسوی و اروپایی با تبار مسلمان و مهاجر اتفاق می‌افتد، ریشه در شکاف‌های اقتصادی اجتماعی و مشکلات حل نشده در جوامع مهاجران طرد شده از سوی جامعه اصلی دارد. در این میان روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشته است که داعش در حال زمینه‌سازی برای راه‌اندازی یک جنگ آخرالزمانی است و به اروپا هشدار داده که به دامی که داعش برای آنها پهن کرده نیفتد و در جوامع خود به مسلمانی که نقش در ایدئولوژی داعش ندارند یا به مسلمانانی که نقشی در ایدئولوژی داعش ندارند نشان نداد و دست به اقداماتی شتاب زده علیه آنها نزند. تا چه اندازه با این نظر موافقید که بنیادگرایی ریشه در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و آنچه احساس پوچی و بی‌هویتی نامیده می شود دارد؟ آیا به گفته رئیس جمهوری فرانسه حادثه پاریس علامت جنگ اسلام رادیکال با غرب است؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه در ابتدا به فیسبوک افق سری میزنیم. تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه هم میتونید به ما ایمیل بفرستید. بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق آقایان جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، ناصر اعتمادی، خبرنگار بخش فارسی رادیو فرانسه، عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس و فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی مقیم فرانسه که از لیون در این برنامه با ما هستند. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. در ابتدای برنامه امشب افق بخشی از سخنان مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، در گفتگو با رسانه‌های اون کشور رو خواهیم دید که در اون نسبت به احتمال حملات تازه در کشورهای اروپایی خبر داده و بعد پرسش رو با آقای بختیاری، کسی که شاهد یکی از حوادث تروریستی پاریس بوده، مطرح خواهم کرد. Et que le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper. آقای والز در کنفرانس مطبوعاتی امروز تاکید کرد که برنامه ریزی برای حملات دیگری علیه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد و گفته که پلیس فرانسه تاکنون به 150 منزل اسلامگرایان مظنون یورش برده و در این عملیات موفق شده 5 نفر را دستگیر کند و همچنین موفق شده به انباری سلاح که شامل سلاح RPG، مسلسل‌های کلاشنیکوف، جلیقه‌های ضد گلوله، سلاح‌های کمری و دیگر تجهیزات نظامی دست پیدا کنه. آقای بختیاری، نواحی به شرق و شمال شرق پاریس که یکی از حملات تروریستی اخیر داعش در این مناطق در نزدیک فرهنگسرای پویا، جایی که شما در اون فعالیت دارید، انجام شد، از چه بافت جمعیتی برخوردار و چه افرادی رو در خودش جای داده و روایت شما رو بشنویم از حوادث تروریستی اخیر و اتفاقی که شب گذشته برای شما اتفاق افتاد؟ عرض درود و احترام عرض کنم خدمتتون که خب بافت و ترکیب جمعیتی این بخش از پاریس عمدتاً یا غالباً خرده بورژوازی نیمه مرفه هست و همینطور بخشی از غیر فرانسوی هایی که عمدتاً حضور در بازار دارند و در واقع
نقش کارگر رو تو این منطقه ایفا میکنن. این حادثه همونجور که خب همگان مطلع هستن جمعه شب یا شامگاه جمعه صورت گرفت. ما در فرهنگسرا بودیم، پس از شنیدن صدای رگبار از دو سو بلافاصله اینجا را ترک کردیم ببینیم حادث چه حادثه پیش آمده. دیدیم که عده‌ای از سمت راست ما، که در واقع در سمت راست ما رستوران کامبوجی و یک رستوران فرانسوی قرار دارن، سمت چپ ما مکدونالد هست، روبروش کافه است و همینطور یک پیتزا فروشی مراکشی و خوشویی، که تقریبا همزمان تو فاصله دو سه دقیقه این اتفاق افتاد. یعنی افرادی که در مقابل رستوران کامبوجی شلیک کردن بلافاصله آمدن به این سمت و این در این سمت هم حدود 9 نفر رو به قتل رسوندن، از جمله دو دختر بسیار جوان 17-18 ساله و دوست پسرشون که اونجا بودن بلافاصله در دم جان می‌بازن. همینطور افرادی که توی پیاده رو نشسته بودن و در حال نوشیدن و به اصطلاح خوردن غذا بودن، اونها هم به رگبار بسته میشن. تو همین فاصله تعداد زخمی‌ها بودن که به طرف ما می‌دویدن. اولین کاری که کردیم خب یکی از زخمی‌ها رو منتقل کردیم به درون فرهنگسرا. جمعیت بسیاری با فشار بله. متاسفانه ارتباط ما با آقای بختیاری قطع شد. آقای دادرس، تحلیل شما رو بشنویم از حوادث تروریستی پاریس، ضمن اینکه به این نکته که امروز در سخنان آقای والز نخست وزیر فرانسه بود اشاره کنیم که 13 مورد یورش پلیس به منازل اسلامگرایان مظنون در شهر لیون فرانسه بوده، شهری که شما در اون ساکن هستید. در مورد بافت جمعیتی این مناطق هم لطفاً برای ما توضیح بدید. عرض کنم حضور شما، لیون پس از پاریس و مرسی شهری است که هم شهر توریستی است، هم شهر تاریخی است و مرکز اقتصادی فرانسه در پاریس و لیون قرار داره. نزدیک به 300 کیلومتر به بندر مرسی که اونجا باندهای مافیایی و مواد مخدر بسیار فعالن. از ژانویه گذشته تا کنون، همین هفته پیش، دو جوان 17 ساله با شلیک تیر کلاشنیکوف کشته شدن. در هر ماه اونجا اتفاقاتی میفته، بیشترش هم مربوط میشه به همین به اصطلاح جمعیت هایی که در حاشیه شهرها و در مناطق که بیشتر بیکارا جمع هستند و بیشتر اینها هم مسلمان تبا عرب تبار هستند، از شمال افریقا آمدن. اما در مورد بافت پاریس که من برای شما بگم، پاریس از 20 برزن، اینجا میگن آرندیسمان، تشکیل شده و جمعیت این 20 برزن خود پاریس 2 میلیونه. اما اون منطقه‌ای که بیشتر اتفاق افتاده که به دپارتمان سن سندونی یا 93 معروفه، که در قسمت شرق و شمال شرقی پاریس هست، کوچکترین دپارتمان فرانسه است از نظر وسعت و پر جمعیت ترین دپارتمان فرانسه از نظر جمعیت، و اون 2 میلیون جمعیت داره. 80% مردم این منطقه خارجی تبار هستند، حالا از مهاجرین اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی و کشورهای دیگه اروپای شرقی، ولی بخش عمده اینها از کشورهای شمال افریقا، مغرب افریقا، الجزایر، تونس، مراکش، سایر به اصطلاح مستعمرات فرانسه هستند. آمار بیکاری، آمار جرم و جنایت، آمار دزدی، آمار فساد و مواد مخدر در اینجا به شدت بالاست و این بیشتر این جوان‌ها هم از حاشیه شهرها میان. ببینید، پاریس در مرکز قرار گرفته، گفتم 2 میلیون جمعیت داره، وسعتش هم محدوده، اما اطراف پاریس شهرهایی هست که به اینها اصطلاحاً بانلیو میگن، یعنی حومه شهر. بیش از 1200 شهرک اطراف پاریس هست که بعضی این شهرک‌ها بین 50,000 تا 80,000 جمعیت داره. شهرک‌هایی هست که پلیس جرأت نمی‌کنه وارد اونجا بشه، اصلا معروفه. بیشتر اینها رو هم همین جوان‌های نسل سوم مهاجرینی که از پس از جنگ، پایان جنگ جهانی، پس از پایان جنگ الجزایر مهاجرت کردند، نسل اول پدر بزرگای اینا بودن، برای کارگری اومدن در فرانسه، در صنایع فرانسه، در کارخونه جاد، اتومبیل سازی، ساختمونی کار میکردن. اینها نسل سومن و اغلب اینها
درس کم خوندن، تخصص ویژه‌ای ندارن و بیکارن و به دنبال یک هویت هستن که من بعد بیشتر براتون توضیح خواهم داد. آقای ایجادی، نظر شما رو بدونیم در مورد شکاف احتمالاً طبقاتی اجتماعی که در صحبت‌های آقای دادرس بهش اشاره شد و موج بیکاری که در شهر در حاشیه شهرهای فرانسه موج میزنه، به هر حال با حاشیه نشینی در فرانسه. همونطور که میدونیم نخست وزیر فرانسه آقای والز هم حدود 10 ماه پیش در زمان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در یک نطق دولتی از آپارتاید و به نوعی تبعیض سرزمینی اجتماعی و قومی در فرانسه نام برده و به نوعی به وجود برخی گتوهای شهری هم اشاره کرده. تحلیل شما رو بشنوید. بله، مسئله بی‌عدالتی اجتماعی در تمامی جوامع وجود داره، از جمله در فرانسه، و این بی‌عدالتی از جمله خودش رو در میان جمعیت مسلمان تبار یا عرب تبار نشون میده، ولی فقط بی‌عدالتی یا مشکلات اقتصادی، دشواری‌های اجتماعی محدود به این بخش نیست. شما در نظر بگیرید که به فرض آفریقای سیاه هم در اینجا هستند و یا خود جمعیت فرانسوی که با به اصطلاح اصلیت فرانسوی از کسانی هستند که در شرایط بسیار بدی قرار دارند و اینها هم هستند، و بنابراین وضعیت بد اقتصادی اجتماعی یکی از عوامل عمومی هستش که روی این امر مسائل کنونی از جمله تروریسم میشه توضیح داد، ولی به نظر من کافی نخواهد بود. مسئله تروریسم اسلامی رو فقط با بی‌عدالتی یا مشکلات اقتصادی موجود نمیشه توضیح داد. ما باید به عوامل دیگه‌ای مانند عوامل مربوط به مذهب در این به اصطلاح مناطق، مشخصا مذهب اسلام و انگیزه های ایدئولوژیکی، و همچنین در ارتباط با مسائل مربوط به فرهنگی و ساختارهای آموزشی و غیر از ذلک باید توجه بکنیم. بنابراین اینکه در این جامعه ما اگر دقت بکنیم به فرض میزان تفاوت دستمزدها یک چیزی بین 1 تا 1000 هستش در جامعه فرانسه، 1 تا 1000، و بنابراین طبیعتا هر جامعه باید سعی بکنه این رو کم بکنه. و در ارتباط با به اصطلاح جمعیت عرب تبار هم یا مسلمان ها هم باید در نظر بگیم کسانی هستن که در مقام های اجتماعی مناسب و خوب هستند، در بیان به اصطلاح روشنفکرها هستند، در بیان دانشگاهی‌ها هستند، تکنسین‌ها هستند، به اصطلاح مهندسین و یا پزشکا و یا کسانی که در ساخت‌های مختلف بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند. اینها هم ما نمیتونیم از نظر دور بداریم، ولی در ضمن کسانی هستند که در این موقعیت اجتماعی نتونستن به آسانسور اجتماعی برسن و خودشون بالا بکشن، ولی اونها در ضمن کسانی هستند که از نظر اجتماعی و فرهنگی و آموزشی دستخوش آسیب‌های گوناگونی هستند. از جمله اگر دقت بکنیم بخشی از کسانی که این جوانان رو تشکیل میدن کسانی بودن که در جرم‌های مختلفی درش شرکت داشتن، جنبه به اصطلاح تبهکاری درش شرکت داشتن، که از جمله از درون خانواده‌هایی می اومدن که خانواده‌های در واقع از هم پاشیده هستند، و در ضمن کسانی هستند که تا یه حدودی با محرومیت‌هایی که کشیدن در ضمن تومی میشن برای اینکه توسط شبکه‌های تروریستی و تروریسم اسلامی بلعیده بشن و اینها رو تبدیل بکنن به عنوان عواملی که در راستای منافع سیاسی جریانات بزرگ تروریستی اسلامی در سطح جهان عمل میکنن. بنابراین موقعیت کنون ایجادی، سیاست‌های دولت فرانسه رو طی دهه‌های گذشته در نحوه رویکردشون با مهاجران و کسانی که به هر حال مسلمان تبار هستند چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی به هر حال سیاست های رئیس جمهور قبلی رو زیر سوال میبرند. نظر شما رو بتونید. واقعیت هست. بله، واقعیت این هستش که به فرض سیاست شهرسازی در این بخش هومه ها سیاست شهرسازی صحیحی نبوده. مسئله مسکن امر درستی به پیش برده نشده، یعنی به این معنا که تمرکز مسکن هایی وجود داره که در درون اینها حدود 90% گاه یا 80% جمعیتشون از جمعیت خارجی در واقع میان، و این مسئله امروزی نیست. این مسئله مربوط به 30-40 سال اخیر هستش که در جامعه فرانسه اتفاق
افتاده و اشتباهی هستش که در زمینه مدیریت جمعیت به وقوع پیوسته. ولی در ذهن باید در نظر داشته باشیم که تو خود همین دوره‌های اخیر هم در ارتباط با بفرض در زمینه آموزشی، در زمینه مسائل به اصطلاح شکستایی که مربوط به جوانان میشه در محیط مدارس، آن چنانی که باید شاید به نظر من تلاش گسترده و لازمه صورت نگرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه به لحاظ اینکه آسیب ها گسترده تر هستش، شکنندگی ها گسترده تر هستش، می طلبه که بودجه سنگین تر که به اصطلاح کارهای آموزشی قوی تر در این زمینه ها وجود داشته باشه، که متاسفانه کمبودهایی وجود داره که این کمبودها متوجه مسئولین سیاسی این کشور میشه. حالا آقای به این خاطر هستش، به این ترتیب آیا میشه عنوان کرد که جامعه فرانسه دچار یک خشونت سیاسی هست و یا اینکه چهره تروریسم اسلامی نمایان هست در گوشه و کنار شهر؟ ببینید، شما در نظر بگیرید که اون در این جامعه پیوسته جامعه دموکراتیک و باز هست، پیوسته ما با تظاهرات گوناگون، بخش کارگری، بخش کارکنان، بخش پزشکان، بخش خود پلیس، پیوسته و پیوسته باهاش مواجه هستیم. در ارتباط با هومه ها در دوره های اخیر در چند سال پیش مسلما بوده است در شرایط بحرانی، ولی در دوره های اخیر ما با جلوه های به اصطلاح آشکار این تناقضات و به اصطلاح اعتراضات اجتماعی مواجه نبودیم، ولی که فشار اجتماعی اقتصادی بسیار فراوان هستش. بله. امروز جامعه فرانسه تنش اصلی که درش وجود داره ناشی از همین فشار گروه‌های ایدئولوژیک اسلامی و گروه‌های تروریسم اسلامی هستش، و این هستش که در واقع شرایط امنیت و شرایط آسایش جامعه رو از خودش ازش گرفته، و میشه گفت در این لحظه خطر اصلی که این جامعه رو تهدید می‌کنه از نظر ایدئولوژیکی همین فشاری هستش که از ناحیه اینها میاد، بدون اینکه ما اعتراضات موجود در این جامعه رو از نظر دور بداریم. بله. و مسائلی که در زمینه اقتصادی وجود داره. البته عنوان برخی عنوان میکنن که بنیادگرایان خیلی ساده تر میتونن در لابلای این جوامع محروم و دچار تبعیض یارگیری بهتر و آسانتری انجام بدن. حالا آقای اعتمادی، نظر شما رو بدونیم در مورد اینکه چرا فرانسه هدف عملیات گسترده و هماهنگ داعش در اروپا قرار گرفته و انجام این عملیات در پاریس توسط تروریست‌هایی که لزوماً فرانسوی تبار هم نیستن به چه معناست؟ ببینید، من اول مایلم دوستا نکته رو یادآوری بکنم. نامیدن این افراد، کسایی که دست به اعمال تروریستی میزنن و زدن جمعه گذشته در پاریس به عنوان مهاجر، به نظر من خطاست. کسی که نسل دوم و سوم به شمار میره، یعنی در فرانسه به دنیا آمده، پدرانشون در فرانسه به دنیا آمدن، در نظام آموزشی اینجا بار اومدن، حالا گرچه با شکست روبرو شدن، اینها دیگه مهاجر نیستن، اینها شهروند جامعه فرانسوی هستن. از هر چهار فرانسوی یک نفر تبار خارجی داره در این کشور و کسی اینها رو اینجا دیگه مهاجر نمیدونه. نکته دوم اینی که پیوستن این جوانان که برخی خصوصیاتشون رو دوستان برشمردن به صفوف داعش، فقط محدود به فرانسه نمیشه. شما در بلژیک به نسبت جمعیت و وسعت کشور شاید شمار بالاتری از جوانان آسی هومه های شهر رو که البته ممکنه در خانواده های مسلمان زاده شده باشن در صفوف داعش میبینید. بسیاری از کسانی که به صفوف داعش پیوستن مسلمان زاده نبودن، اینها مسیحی گرویده به اسلام شدن بدون اینکه لزوماً آشنایی فرهنگی در گذشته و اکنون از اسلام داشته باشن. این کسانی که به صفوف داعش میپیوندند زبان عربی نمیدانند، زبان مادری آنها زبان فرانسوی است و پدران و مادران آنها هم حتی بعضن زبان عربی رو با لهجه و با به قول معروف دیالکت های گوناگون صحبت میکنند. بنابراین باید پرهیز کرد از ساده کردن قضیه با توجه به وخامت موضوع و تقلیل اون به ذاتی به نام دین حال میخواهد اسلام باشد. به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم، این پدیده مثل هر پدیده تاریخی دیگه زاییده دو عامل مهمه، میشه راجبش ساعت‌ها صحبت کرد، میشه عوامل دیگری رو در پیدایش این پدیده خشونت کور برشمرد و مورد ملاحظه قرار داد. اما اگر
به دو عامل مهم بخوایم اشاره بکنیم، یکی همین بحران‌های اجتماعی است که دوستان بهش اشاره کردن که فقط هم شامل جامعه فرانسه نمیشه، شامل حتی کشور سوئد که زمانی سرمشق رفاه و سوسیال دموکراسی و ادغام اجتماعی محروم‌ها در نظم اجتماعی بود امروز هم میشه. اما اون چیزی که این عامل بحران اجتماعی رو به بستر جذب این جوان‌ها به صفوف داعش میکنه بحران‌های بزرگ خاورمیانه است. اولین بحران، بحران مسئله اسرائیل و فلسطینه که دهه‌ها به درازا کشیده و متاسفانه به استخوان لایزخم یک مسئله لاینحل تبدیل شده. بحران مهمتر بحران امروز سوریه است که متاسفانه این بحران باید امروز اعتراف کرد نتیجه خطای راهبردی ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق در سال 2003 بود که آشوب و داعش کنونی امروز از ثمرات اونه. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم در این بخش از صحبت سخنانم رو، مادام که بحران‌های خاورمیانه و به طور عاجل بحران سوریه حل نشه، بعید میدونم که بشه در مقابل مسئله خشونت کور در کشورهای اروپایی راه حلی پیدا کرد. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم این ملاحظه است، این جوانانی که امروز به خشونت‌های کور دست میزنن پدران و مادرانشون از کارگران و زحمتکشان هستند. نسل پدران و مادران اونها از سوی احزاب چپ و کمونیست در این کشورها هدایت میشدن و به عصیانشون جهتگیری داده میشد. از زمان فروپاشی کمونیسم و از زمان تهاجم همزمان سرمایه بر مدل دولت رفاه در کشورهای دموکراسی پیشرفته، این جوانان آسی محملی و مفری برای هدایت عصیانشون، برای بیان سرخوردگی ها و محرومیت هاشون پیدا نمی کنن. بنابراین یکی دیگر از وظایف عاجل کشورهای غربی برای جلوگیری از این خشونت ها دست برداشتن از حمله به تهمانده های دولت رفاه و حتی تعمیم و گسترش این سرمشقه. و این رو نباید از یاد برد که بعد از جنگ جهانی دوم به یاری همین احزاب سوسیال دموکرات در غرب، در کل غرب از سوئد تا فرانسه، جوامع اروپایی تونستند یک صلح اجتماعی پایدار و یک رفاه پایدار رو تجربه بکنند که بیشترین ثمراتش به همین طبقات تهی دست رسید. و البته سوسیال دموکرات هم زیر فشار هستند که چرا به هر حال امکانات رفاهی خیلی خوبی در اختیار همین موج بیکاران و جوانان قرار میدن و از حقوق بیکاری خیلی خوبی هم برخوردارن. حالا آقای بختیاری، به نظر شما چرا امنیت فرانسه اینقدر شکننده است؟ گفته که میشه که در این شرایطی که جامعه ترس خورده و وحشت زده است، مردم میپذیرن که دولت اونها رو کنترل کنه و محدودیت ایجاد کنه، موضوعی که شاید تا دیروز با اون مخالفت میکردن. نکاتی که آقای اعتمادی اشاره کردن نکات بسیار بسیار منطقی و درستی بود و نشون میداد که ایشون با مطالعه راجب جامعه و حضور به هر حال 30 ساله که تو جامعه داشتن نشون میده که با مطالعه این حرفا رو زدن و منم با ایشون موافقم. اما نکته ای که در خلال این گفتمان بود این بود که غالبا به مسئله اقتصادی اشاره میشه، در این که خب ما با یک بحران فزاینده در جامعه فرانسه مواجه هستیم تردیدی نیست. اما اون چیزی که امروز به نظر من نکته بسیار بسیار مهمی هست و در اولویت قرار داره مسئله مذهبه. همینطور که آقای اعتمادی هم اشاره کردن بعضن خانواده‌هایی بودن که پدر مادرشون اینا حتی اعضای حزب کمونیست فرانسه بودن در حومه‌های پاریس. و یک نکته دومی که به باور من بعد از این بحران عظیم اقتصادی که اروپا رو گرفت و به ویژه دامن فرانسه هم همینطور گرفت، ما با خیلی عظیم حذف فعالیت‌های مواجه شدیم که از نظر روحی روانی میتونست تا میزان بسیار زیادی نقش داشته باشه در حفظ به اصطلاح نسل جوان و روحیه نسل جوان. هر میزان که بودجه اختصاص پیدا کرد به میدان جنگ، حالا یا این سوی جهان یا اون سوی جهان، و به همون میزان که بودجه‌های بالای فعالیت‌های فرهنگ و اجتماعی کاسته شد، بخش زیادی از این جوان‌ها که فعالین فرهنگی بودند، فعال در زمین
نهای حتی هنری خیلی نقش پررنگی داشتن، اینها دچار یک خلأ روحی روانی شدن و جریانات در واقع اسلامگرا هم با توجه به شناختی که از این شرایط داشتن آمدن نهایت بهره برداری رو کردن. شما اگر دقت بکنین می‌بینین که سن میزان سن این 8 نفری که تو این حادثه کشته شدن از 30 سال به بالا توشون نیست، یعنی شو میده همه از کسانی که از اون فرد 15 ساله‌ای که فریاد الله اکبر زده تا اون کسی که 30 ساله است، اینا همه متعلق به نسل فعلی هستن، نسلی که در این بحران در واقع پرورش یافته و این بحرانی که تو جامعه فرانسه هست به نظر من به همون میزان در اسپانیا هست، در بلژیک هست، در انگلیس هست و دامنه این خشونت، دامنه این تهاجم های تروریستی قطعا به کشورهای دیگه هم کشیده خواهد شد. آقای دادرس، شما ضعف‌های دولت فرانسه در تامین امنیت شهروندان خودش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ و ضمن اینکه به موضوع کشورهای اروپایی اشاره شد، مشخصا عنوان میشه که تروریست ها تاکتیک جدیدی رو به خرج میدن و اینکه در کشورهایی که دارای پرونده و یا پیشینه به قولی محکومیتی نیستند میرن و عملیات خودشون رو انجام میدن. نظر شما رو بدونیم. عرض کنم بزرگ شما، ببینید در مورد این مطلب من بلافاصله پاسخ میدم، میپردازم به اون مطلب اول. دو هفته پیش من با خبر شدم که سرویس های امنیتی فرانسه اطلاع پیدا کردن که داعش تاکتیکش رو عوض کرده و قراره که از بلژیک، آلمان و اسپانیا تروریستای رو وارد فرانسه بکنه برای انجام عملیات، و دیدیم که در حادثه 13 نوامبر جمعه بخشی از این شبکه یا اساس رهبری این شبکه در بلژیک بود. میدونید که در بلژیک در بروکسل نیمی از راننده‌های تاکسی عرب هستن، مراکشی تبارن، اونجا عرب ها بسیار فعالن تو این زمین ها. در مرکز بلژیک، بله، در مرکز بلژیک بروکسل، جایی که من دیدم بارها. به هر حال در فرانسه، ضعف دولت فرانسه، ببینید ضعف دولت فرانسه باز برمیگرده به مسئله اقتصادی. سال هاست که اینها گمان بردن با درست کردن اروپا، کشورهای اروپایی یک بهشت برین درست میکنن و گرگ و میش در این بهشت با هم زندگی میکنن، و تنها چیزی که نصیب مردم شد گرانی بود که پول یورو آورد و الا امنیت از بین رفت، مرزها برداشته شد و مهاجرت بیش از اندازه شد. پاریسی که من 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال پیش اومدم اینجا، دیگه اون پاریس اون زمان نیست، اون چهره‌ای که از پاریس مردم برای خودشون تصور کرده بودن، یا شهرهای فرانسه. ببینید کسر بودجه باعث شد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اینها رو از هم تفکیک میکنم، چون اینا هر کدوم برای خودش تعریف جداگانی داره. اصولا نیروهای اطلاعاتی فرانسه ضعیف شدن. دلیل این ضعیف شدن کمبود کادر بود، و دلیل مهمش این بود که با گسترش اینترنت و اینی که بسیاری مسائل رفت روی اینترنت، کارمندان سرویس های اطلاعاتی فرانسه نتونستن خودشونو با این جریان سازگار بکنن و بخش مهمی از اینها یا بازنشست شدن یا از کار کناره گرفتن یا فرستادنشون در دفاتر کار کنن. من در یک کنفرانس امنیتی که در لیون، در دانشگاه لیون دو که متخصص این کار است، انجام میشد شرکت داشتم، یه تعداد کارشناس بودن، یه تعداد هم دانشجو بودن. اونجا عنوان شد که الان گروه های تروریست دارن از برنامه های استفاده میکنن هم در زمینه اینترنت. برای نمونه امروز مشخص شده که این گروه برای ارتباطاتشون دیگه نه از ایمیل، نه از فیسبوک و نه از اینترنت استفاده، اینا از پلی استیشن 4 استفاده میکردن. میدونید که این پلی استیشن دستگاه بازی است،
وصل میشه به اینترنت و برخی بازی ها تا 1,000,000 شرکت کننده داره و با اینها میتونن با هم پیام رد و بدل کنن. این یه موزل بزرگ سازمان های اطلاعاتی است که نتونستن خودشون رو ادپته بکنن، سازگار بکنن با این تکنولوژی. و حتی الان داعش و گروه های تروریستی میدونید بسیار فعالن روی شبکه های اجتماعی و اینترنت. خب این ضعف اولشونه. بعد ببینید در فرانسه به گفته آقای نیکولا سرکوزی که امروز صبح گفت رئیس جمهور پیشین، 11,000 مظنون وجود داره که اینها در یک لیست سکوریتی اینها فهرستوار نوشتن. این لیست سکوریتی دولت فرانسه 16 مرحله داره و این کسانی که در جمعه گذشته شرکت داشتن در بالاترین به اصطلاح ضریب امنیتی بودن، یعنی اینها بایستی 24 ساعته تحت تعقیب مراقبت قرار می گرفتن. یکی از این کمیکاس ها که خودشو منفجر کرده بود و برادرش که دنبالش هستن، این در سال 2012 دستگیر شده بود، بازجویی شده بود، ولی چون طبق قوانین فرانسه مجرمتی نداشت، اتهامی رو نتونستن ثابت کنن، اینو رهاش کرده بودن در طبیعت و پس از مدتی گم شده بود. اغلب تروریستایی که پس از این ماجراها مثل شارلی هبدو و همین 13 نوامبر گرفته میشه، ما همش میشنویم که اینها پرونده دارن و سرویس های امنیتی اینها رو در لیست به اصطلاح امنیتی خودشون گذاشته بودن، ولی به جز این کاری اینا انجام نمیدن. قوانین فرانسه به علت وجود دموکراسی آزادی‌های اجتماعی نمیتونه مقابله کنه با اینها. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه در چند سال گذشته اینها مشغول بازسازی هستند، هنوز نتونستن جا بیفتن. این ضعف اوله. و اینها حتی یک سازمانی داشتن که خیلی پرکار بود، از زمان ناپلئون به وجود اومده بود، به نام قانسنیمان ژنوو یا اطلاعات عمومی که تلفیقی از آگاهی و پلیس و اطلاعات بود. اینو چند سال پیش منحل کردن و اینها بودن که تمام این شهرک ها و این گروه های نژادی، تباری و مذهبی رو کنترل میکردن. جای اینها هنوز نیومده چیزی. ممنونم آقای ایجادی، نظر شما رو بدونیم. گفته میشه که داعش در نظر داره که جامعه غرب رو دچار چند دستگی کنه و برخی هم هشدار میدن که نباید سیاستمداران کاری کنن که احساسات ضد مسلمانان تحریک بشه تا مبادا جنگ میان سنی و مسلمان در خیابان‌های اروپا در بگیره. شما چه نظری دارید؟ مسلمان یکی از اهداف داعش اینه، ولی که این رو توجه داشته باشیم در جهان بر اساس اطلاعات و به اصطلاح بررسی‌هایی که شده، حدوداً از میان 40 گروه تروریستی در جهان 30 گروه از گروه‌های اسلامیستی هستند که فقط بنابراین در فرانسه نیستن و بنابراین در کل کشورهایی که درش زندگی می‌کنن و فعالیت دارن در اونجا قرار دارن. بنابراین مسئله به این ترتیب هستش که ما نمیتونیم پدیده تروریسم که یک پدیده جهانی هستش و در این کشور اون کشور عمل میکنه و یا خودش در واقع بهانه های گیر میاره به اصطلاح و یا به چیزهای چنگ میزنه رو به عنوان قبل از هر چیز فقط محدود بکنیم به بی عدالتی های اجتماعی که صحبتش میره در ارتباط با فرانسه. این نادرسته. نکته دوم این هستش که ببینید در مدل داعش چند محرکه یا به اصطلاح انگیزه قوی وجود داره. یک، مسئله خلیفه‌گری. دو، مسئله هجرت. سه، مسئله جزیه و مالیات. چهار، مسئله قضاوات به شکل محمد و در زمان چهار خلیفه. و بالاخره پنج، به معنای اینکه ما به عنوان یک دین آخر هستیم و بنابراین باید بریم و جهان رو به سمت دین به اجبار بکشیم و اونهایی که نمیپذیرن با اسلحه و خشونت بکشیم. بنابراین قرابت و نزدیکی‌هایی وجود داره بین این مدل و مدل‌های در ابتدای اسلام. حال امروز این رو در ارتباط با انگیزه‌هایی که این تروریست‌ها وجود دارن ما نمیتونیم در نظر نگیریم. یعنی اینکه همیشه جریانات تروریستی یک سلسله مشخصاتی دارن که از جمله این مشخصات نیرویی که نیروی محرکه هستش، نیرویی که به اینها قدرت چندان به اصطلاح احساساتی و به اصطلاح فکری و همچنین نیرویی که اینها رو به حرکت در میاره هستش. نیست که در جوامع وجود داره، در این جوامعی که الان اسم بردیم و جوانانی که نتونستن جذب جامعه خودشون بشن؟
به طب حرف شما صحیحه، یکی از عوامل عواملی هستش که برمیگرده به پوچیگری، ولی که باز در نظر بگیریم که کسانی که به این جریانات میپیوندن فقط در فرانسه نیستش و بنابراین یک مجموعه هستش که عمل میکنه و در این مجموعه ما باید توجه داشته باشیم که امروز داعش به عنوان جریان مادری که در ارتباط با ترورهای اخیر فرانسه عمل کرد، این یک جریان بین‌المللی هست و همونطور که در سوال و پرسش شما مطرح بود، هدف اینها بازگشت به سوی در واقع خلیفه‌گری اسلامی و دین اسلام به عنوان نیروی به اصطلاح دین آخر و طبعا این جنبه از فساد اینها، از منافع اقتصادی و نفتی اونها و همچنین از مجموعه منافعی که اینها تعقیب میکنن جدا نیست. پس بنابراین تروریسم در فرانسه رو که یک تروریسم اسلامی هستش رو فقط و فقط نباید به جنبه اقتصادی در خود جامعه فرانسه محدود کرد. آقای اعتمادی، به نظر شما رو بدونیم در مورد تاثیر حملات پاریس و مشخصا این صحبتی که آقای دادرس کردن که به قولی دموکراسی چه بسا قادر به مقابله با افراط‌گرایی بنیادگرایان نیست و اینکه قوانین نتونسته اون امنیت لازم رو در برخورد با تبهکاران به وجود بیاره و با امنیتی شدن خیابان‌های پاریس برخی نتیجه‌گیری می‌کنن که دموکراسی و آزادی‌های فردی در حال عقب‌نشینی، از نظر شما رو خیلی کوتاه بدونید. آقای دادرس به نکته درستی اشاره فرمودن. ایشون فرمودن که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه تحت تأثیر همون تدابیر ریاضت اقتصادی قرار گرفت که دیگر بخش‌های جامعه قرار گرفتن. فقط کادرهای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه نبودن که کاهش پیدا کردن. ما این کاهش رو در تمام سطوح خدمات عمومی جامعه فرانسه و بسیاری دیگر از جوامع اروپایی امروز می‌بینیم. در آموزش و پرورش می‌بینیم، در بهداشت می‌بینیم. آقای دادرس بهتر از من می‌دونن، آقای جلال ایجادی، آقای بختیاری، اینا همه توی فرانسه زندگی می‌کنن که نظام تأمین اجتماعی فرانسه امروز اصلا ارتباطی نداره با اون چیزی که حتی تا 3 دهه پیش شروع کرده بود به روبه زوال گذاشتن. دو تا دنیای متفاوته. ببینید آقای عزیز، وقتی که این تهاجم گسترده علیه تمام ساختارها و نهادهایی صورت میگیره که استخونبندی جامعه رو تشکیل میدن، پیوندهای اجتماعی رو میسر میسازن، از تشدید شکافها و اختلافات طبقاتی جلوگیری میکنن، تبعاتش همین میشه. نکته دیگه‌ای که آقای دادرس تو صحبتاش به درستی اشاره کرد این بود، این کسایی که امروز دست به خشونت کور میزنن در فرانسه یه نقطه مشترک با هم دیگه دارن. اول اینکه تمام اینها سرخوردگی های مختلف عاطفی، خانوادگی، اجتماعی رو و تحصیلی رو تحمل کردن. نقطه مشترک دیگه اینها اینه که همه اینها گذشته غالبا تبهکاری و بزهکاری دارن، یا مواد مخدر میفروختن یا دست به سرقت میزدن. میخوام این نتیجه رو بگیرم که مسئله مقابله با این خشونت به عنوان یک پدیده اجتماعی راه حل نظامی و اطلاعاتی هم حتی نداره. ما با جنگ متعارف روبرو نیستیم که تروریسم جنگ متعارف نیست. اینها بسترهای معینی دارن. چرا راه دوری می رویم؟ کادرهای داعش رو مسلمانان فناتیک تشکیل نمیدن. اینها کادرهای سابق حزب بعث عراق هستند، نظامیان سابق حزب عراق هستند که باز به دلیل خطای ایالات متحده آمریکا به صفوف داعش پیوستند. ایالات متحده آمریکا بعد از اشغال عراق قدرت سیاسی رو داد به سپاه بدر، دست پرورده سپاه پاسداران ایران، و در یک سینی طلایی تقدیم کرد به جمهوری اسلامی ایران و اعضای حزب لایک بعث عراق رو که هیچ ارتباطی با صدام حسین نداشتن، لزوما مدافع رژیم بعث عراق نبودن، همه رو عاطل و باطل گذاشت. تمام اینها در بستر یک نزاع سنی و شیعی در کشوری که دهه ها قدرت در دست سنی ها بود زمینه رو فراهم کرد که تبدیل بشن به سربازان سپاه داعش. بنابراین این مسئله راه حل نظامی امنیتی نداره، یک پدیده تاریخی است. باید بحران‌های خاورمیانه و بحران عاجل سوریه حل بشه و بحران‌های اجتماعی کشورهای اروپایی پاسخ درخور و شایسته میخوان.
بله، این صحبت شما که راه حل نظامی امنیتی نداره اوزا، من یاد صحبت خانم مرکل انداخت در واکنش به عملیات پاریس، در پیامی که اعلام کرده شیوه زندگی آزاد ما قوی تر از ترور است. آقای بختیاری، در این سایه ترس و تهدید جامعه فرانسه به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ خب بی تردید اون چیزی که ارزیابی میشه، اون چیزی که جنبند ذهن من است، اینه که تداوم خواهد داشت این حوادث تروریستی. بسیارم بسیارم مثلا روشنه. شما ببینین 1000 نفر طبق لیستی که اعلام شده در اصطلاحاً در لیست قرمز بودن. از این 1000 نفر 130 نفر تنها توی این 160 حمله‌ای که شده از شامگاه جمعه تا کنون دستگیر شدن. اینا همه متواری‌ان و ردی هم از اینا در دست نیست. همونجور که دوستمون هم اشاره کرد، دیگه امروز از ابزار گذشته بهره نمی‌گیرن. به نیروهایی دارن که اینا آموزش دیدن، در تمام شهرها و کشورها حضور دارن و از سوی چون داعش در یک موضع کاملا ضعیفی قرار گرفته به واسطه حملاتی که شبانه روز هست، ترجیح میده که در واقع میدان جنگ رو از اونجا بکشونه به شهرها و برای اینم خب تمام قواعد و شرایط به اصطلاح شواهد نشان میده که برنامه ریزی داره و اون چی که جمعه شب اتفاق افتاد و اون چی که دیشب در تعقیب و گریز صورت گرفت چیزیست که به باور من تمامی نداره. آقای دادرس، دولت فرانسه و عملکرد دولت فرانسه و خصوصا سیاست های آقای اولاند و والز به نظر شما چگونه میتونه بر ساختار امنیتی فرانسه تاثیر بگذاره؟ ضمن اینکه برای ما خواهید گفت اگر حزب دستوراتی خانم لوپن در نقطه قوت قرار بگیره، وضعیت بهتری رو برای امنیت فرانسه به وجود خواهد آورد؟ از بزرگ شما، مسئله فقط دولت سوسیالیست آقای اولاند و مانوئل والز نیست. پیش از این هم که آقای سرکوزی بود و خودش به عنوان پلیس شماره یک فرانسه بود، معمولا به وزیر کشور که یک مدیریتی روی وزارت کشور، وزارت دفاع و سرویس‌های امنیتی داره میگن پلیس شماره یک. ایشون هم که بود، در زمان ایشون 3000 نفر از افراد پلیس رو کم کردن. ببینید، یک نگرانی‌هایی در این جامعه وجود داره. این نگرانی‌ها این است که برای نمونه من آماری دارم از سال 2002 تا کنون، به طور متوسط هر سال حدود 70 مأمور پلیس و ژاندارم در فرانسه خودکشی میکنن. من فکر نمیکنم این رقم در ایران باشه، حتی در ایران کنونی یا در برخی کشورها. البته این خودکشی ها دلیل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباط رئیس و مرؤوس داره. از اول سال 2015 تا کنون 43 پلیس و 26 ژاندارم خودکشی کردن، نزدیک به 70 نفر، 69 نفر. خب ما هنوز یک ماه و نیم دیگه داریم به کریسمس و ژانویه. ببینید، اقتصاد فرانسه با این صرف جویای بیجا و عدم مدیریت بیشتر به خطر افتاده. اینها یک جا یه مقدار صرف جویی کردن، ولی امروز داره اقتصادشون برشکست میشه بیشتر به خاطر اینکه مردم جرأت نمیکنن برن بیرون. سینماها بسته شده، تئاترها بسته شده. ببینید، شب ژانویه بیش از 1,000,000 نفر میان در خیابون شانزلیزه، از تمام کشورهای جهان میان و ساعت 12 که سال نو اعلام میشه شامپاین باز میکنن، میرقصن، شادی میکنن، همدیگر میبوسن. آیا امسال اگر یک تروریست انفجاری که با کمترین خرج، میدونید این مواد منفجره که اینا استفاده کردن چی بوده؟ یک مخلوطی بوده از استون که خانم ها نکنون اجازه بدین که ما این دستورالعمل از شما نداشته باشیم. حزب دست راستی خدمت رو عرض کنم. ببینین، حزب دست راستی خانم مارین لوپن سال هاست که این ادعا رو میکنن، ولی اصولا با اطلاعاتی که من دارم اینا برنامه مشخصی برای اداره کشور ندارن. اینها تنها هدفشون این هست که میگوین که خارجی ها رو ما اینجا بیرون میکنیم، آمار بیکاری کم میشه، فرانسوی ها میرن سر کار و کنترل پلیس رو زیاد میکنیم. امروز دولت فرانسه 2,000,000 ساعت فوق‌العاده به پلیس این کشور، به نیروهای انتظامی بدهکاره. اضافه کاری، بله.
اضافه کاری اینا رو بدهکار هنوز فرد. ولی وزیر کشور سابق فرانسه که نزدیک آقای سرکوزی بود هفته پیش محاکمه شده به اتهام سوء استفاده از بودجه سری که در اختیار وزیر بوده، به 2 سال حبس معلق، 70,000 یورو جریمه و 5 سال انفصال از خدمات دولتی. خانم لوپن که بیاد اینجا، من به شما قول میدم که در فرانسه جنگ خیابانی خواهد شد بین به اصطلاح این گروه ها و مردم ناراضی، چون بخشی از مردم به دلیل ترس که دارن میرن به سمت فاشیست و راسیست و در حقیقت به حکومت هایی که منجر به دیکتاتوری خواهد شد در این جامعه رأی میدن. من دیدم گاهی کمونیست رفته به اینها رأی داده برای اینکه بتونه این توازن رو به هم بزنه. بله، ما حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم. خیلی کوتاه آقای ایجادی برای ما بگید که تروریسم متاثر از ایدئولوژی اسلامی و تحرکات بنیادگرایان اسلامی که زیر تیغ نقد شما قرار داره، چگونه است که جمهوری اسلامی ایران رو تهدید به انجام عملیات تروریستی کرده؟ خیلی کوتاه. بله، ما میدونیم که بین گرایشات مختلف به اصطلاح مذاهب و از جمله مذهب اسلام یا دین اسلام تقابل و تناقض وجود داره، همونطور که ایران در برابر عربستان سعودی به اصطلاح سفارایی میکنه و متقابل عربستان سعودی در مقابل ایران، در درون گروه های تروریستی هم به همین ترتیب نه تنها بین شیعه و سنی ها این تناقض وجود داره، بلکه حتی بین خود به اصطلاح جریانات سنی، چرا که اینها هر کدوم بر اساس اون حقیقتی که فکر میکنه حقیقت برتر هستن و نتیجه دوگمای ساخته شده در ذهنیت اینا هستش، با هم به مقابله جویی میپردازن و سعی میکنن که برتری خودشون رو نشون بدن. و بنابراین مسئله‌ای که مهمه برای دولت ایران این هستش که در این جدالی که در خاورمیانه صورت گرفته، اون باید بتونه متحد خودش که به اصطلاح اسد باشه رو نجات بده، همتونی به اصطلاح جریان شیعیان در لبنان، و این رو به عنوان یک استراتژی در این منطقه میخواد پیاده بکنه و میدونه که جریان در واقع داعش جریانی هستش که در برابر اون واسطه، و خود داعشی هم بارها حتی اعلام کردن که در جریان شیعه در برابرشون هستش. بنابراین این مقابله جویی به هیچ وجه جنبه ترقی خواهانه نداره، جنبه در واقع خوبی الزاما نداره، فقط این رو در ارتباط با جنگ درونی جناح‌های مختلف مذهبی باید در نظر بگیریم که این به اصطلاح جنگ درونی با این هدف هست، این جنگی که علیه فرانسه به وجود آمده که جامعه رو به هم بریزه، تمدن رو به هم بریزه. بله. زیرا اون هدفی که مورد نظرش هستش، هدفی هستش که بر میگرده به خلیفه‌گری و در واقع فساد ایدئولوژیکی در درون این جوامع. حالا آقای اعتمادی، حوادث پاریس چگونه به حل بحران سوریه کمک خواهد کرد؟ زمینی که اخیراً موضوع ورود احتمالی ناتو به جنگ با تروریسم با توجه به حملات اخیر پاریس مطرح شده. خیلی کوتاه. من به ملاحظات قبلیم یه ملاحظه آخر رو اضافه میکنم که به نظر من شرط مقابله و رفع خشونت و تروریسم نه فقط در فرانسه بلکه در دیگر جاهاست، فقط مربوط به فرانسه نمیشود، آلمان، هلند، استکهلم به همون اندازه در معرض تهدید خطر تروریستی هستن امروز که فرانسه هستن. اون شرط برمیگرده به یک بازنگری اساسی قدرت‌های غربی و در رأسشون فرانسه، ایالات متحده آمریکا، در سیاست خارجیشون در منطقه. به چه معنا؟ به گمان بنده مادام که دو کشور عمده خاورمیانه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، به دموکراسی گذار نکردند، نه بحران‌های منطقه حل خواهد شد و نه خشونت و کور و تروریسم میتونه رخ بر ببنده، چه در خاورمیانه چه در کشورهای دیگر که شعله هاش تا امروز به اونها هم زبونه کشیده. حالا این دو کشور نقش تعیین کننده رو داشتن. بله، من در میون صحبت شما دقایق پیش پرزیدنت اوباما اعلام کرد که اعزام نیروی زمینی برای مبارزه با داعش اشتباه هست. در همین حال برخی هم عنوان میکنن که ورود سربازان غربی خصوصا آمریکایی به میدان نبرد با داعش باعث قدرتگیری و جذب افراد بیشتر به اون میشه. نظر شما رو بدونیم. کاملا درست میگن. تمام اقدامات نظام شما در نظر بگیرید، در یک سال گذشته ایالات متحده آمریکا چند هزار پرواز نظامی کرده علیه داعش. نتیجه چه بوده؟ داعش همچنان در سوریه است، همچنان در عراق برخی مواضع کوچیک رو از دست داده، ولی همچنان در موضع قدرت. و مهمتر از اون، نیروهای زیادی
اون کسایی که بهشون تروریست های خارجی میگن از ازبکستان گرفته تا قلب پاریس به صفوف داعش در سوریه و عراق پیوستن. جنگ بستر رشد تروریسم، دامن زدن به جنگ و تصور اینکه با جنگ و عملیات نظامی و امنیتی میشه علیه تروریسم جنگید خیال باطله، تصور غلطه و بازی کردن در زمین دشمنه. تروریسم، خشونت، اسلامگرایی، اینها پدیده‌های اجتماعی و تاریخی هستند. من به همین خاطر با تلقی آقای جلال ایجادی دوست عزیزم نمیتونم موافق باشم اینکه همه رو تقلیل بدیم به ذات یک دین. این همون تصوریه که آقای خامنه ای داره، آقای الزواهری داره و آقای البغدادی داره در مورد اسلام. نباید فراموش کرد که اینها اقلیت بسیار بسیار ناچیزی هستند در قیاس با اقلیت بزرگ جامعه مسلمان جهانی که هیچ قرابتی بین احساسات و عواطف و تعلقات فکری خودشون و این جریانات کور احساس نمی کنن. فقط آقای خامنه ایه که میتونه بگه که غرب، جامعه کفر، دشمن اصلی جهان اسلامه. ممنونم. و تا نابودی اون این مشکل حل نمیشه. بنابراین صحبت های آقای اوباما درسته، همین حرف رو رئیس جمهوری فرانسه زده، باید به این پدیده ها و موزلات تاریخی پاسخ تاریخی و مشخص اجتماعی داد. آقای بختیاری، حالا خیلی کوتاه، ما حدود 3 دقیقه به پایان برنامه داریم، آیا به نظر شما این حملات تروریستی داعش در فرانسه باعث جذب نیروهای بیشتر خواهد شد و فکر میکنید به قصد تاثیرگذاری بر سیاست های فرانسه در خاورمیانه صورت میگیره؟ خیلی کوتاه. من نه، تصورم این نیست که اینا با این نوع عملیات در فرانسه قادر باشن که نیروی رو جذب کنن، برای که اون نیرویی که باید جذب میشد تو خلال این بحران چند ساله در واقع یارگیری ها انجام شده. دلایلش هم خدمتون گفتم، بستن تمام بودجه های فرهنگی، هنری، تمام چیزهایی که میتونست. من پاسخ خودم رو گرفتم. آقای دادرس، چگونه و به چه ترتیب خیلی کوتاه اشاره بکنید که فرانسه میتونه ضعف‌های امنیتی خودش رو برطرف کنه؟ کوتاه. فرانسه در دو راه بیشتر نداره. راه اول اینه که در کوتاه مدت مسائل امنیتی و سکوریته رو به سامان برسونه و مردم رو آروم کنه، آرامش رو در جامعه برقرار کنه. این خیلی فوریت داره و اقداماتی باید انجام بدن. قرار شده 3000 نفر برای سازمان اطلاعات داخلی فرانسه استخدام بکنن. میدونید آموزش هایی که باید به اینها بدن طولانیه، یک نفر که استخدام میشه تا 5-6 سال بعد تازه مورد بهره برده. اما مهمترین کاری که باید بکنه و این در دراز مدته و درش کوتاهی شده، بسترسازی و جذب اینها از نظر مسائل اجتماعی، روانکاوی و کاریه که باید در روی زمین انجام بشه، بین مردم انجام بشه، با کمک خود همین مسلمان‌ها که اکثریت پدر مادرها اینا آدمای زحمتکش، کارگر و درستکارن، باید به این وسیله انجام بشه. آقای ایجادی، صحبت پایانی شما رو بشنویم در پاسخ به آقای اعتمادی. در برابر این شرایط به تبع مسئله مرکزی که باید در نظر گرفت هم مسئله امنیتی است، هم مسئله سازماندهی بهتر در برابر تروریسم، به خاطر اینکه جامعه میخواد آرامش خودشو حتی در کوتاه‌مدت حفظ بکنه، ولی در ضمن مسائل اقتصادی و رفاهی بیشتر و به خصوص در زمینه آموزشی و فرهنگی و امر لائیسیته بیش از گذشته در این جامعه باید اقدام نمود. ممنونم. به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان بختیاری، اعتمادی، ایجادی و دادرس، برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان می‌بریم. افق 89 شب ایران. وقتتان خوش.